بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، حضور محسنین بسیار عزیز و گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همواره صحتمند و تندرست باشن. محسنین عزیز، باز هم در شروع پرزنتشن میخوایم که تاکید بری داشته باشم که شما به عنوان محسنین طب، به عنوان کسانی که در بحث توابت دارین، عملا تحصیل میکنین و کار میکنین، مسئولیت دارین که در جلوگیری از ویروس کرونا تعلیمات صحیح رو مردم ارائه بکنیم و خود شما هم شرایط وقایع ویروس حتما مراعات بکنین، در اجتماعات کمتر حضور داشته باشین و حفظ صحت درست مراعات بکنین، دست آخر منظما بشورین و این تعلیمات رو مردم حتما برسانین. از جمله وظایف عمده ما شما به عنوان کارمندان صحیح میگپ هست و متاسفانه میفهمیم که واقعات ویروس هم در افغانستان داره زیاد شده میره و هر لحظه ما شاهد مصابیت زیادتر و مرگ و میر زیادتر متاسفانه در هرات و در سایر ولایت‌های افغانستان هستیم و این ایجاب میکنه که ما توجه بیشتر داشته باشیم و به صورت جدی تاکید بکنیم برای اینکه اقدامات واقعی حتما به منصه اجرا گذاشته بشه. خب محصلین گرامی، ما در سمستر نهم امراض مزمن غیر سریر میخوانیم و ما در جلسه قبل راجع به در واقع امراض کرونر قلب ما صحبت کردیم، راجع به امراض کرونر قلب و همچنان ریس فاکتورهایی که قابل تغییر بودن اینا ما صحبت کردیم و گفتیم که همو امراض مریضی کرونر قلب خود قلب وظایف رخصت درست اجرا کرده نمیتونه چون اروای نکافی داره و این سبب میشه که امو اروای درست به انساج و وجودات بدن صورت نگیره و اعضای حیاتی دچار اختلال بشه و یک سلسله مشکلات از نظر سرطان هم ایجاد بکنه و ما گفتیم که خود سازمان در واقع قلب آمریکا یا انجمن قلب آمریکا یک سلسله فاکتورهای در نظر گرفت که فاکتورهای اصلی یا قابل تغییر بودن که شامل بود برنامه مصرف سیگارت و دود و تنباکو اینها بود، دوم فشار خون بلند و هایپرتنشن بود، سوم گفتم که مو فعالیت‌های فیزیکی زمانی که کم داشته باشیم، چهارم گفتم دیابت، کسانی که دیابت داشته باشن، پنجم کسانی که هایپرلیپیدمی داشته باشن و بالاخره کسانی که ششم از کنتراسپتیو ها استفاده میکنن، اینها در معرض خطر ایجاد امراض قلبی وی قرار دارن و اینا جمله از جمله فاکتورهای قابل تغییر هست و ما میتونیم که با تغییر دادن اینها، با تغییر دادن لایف استایل و یا تغییر وضعیت زندگی میتونیم که در واقع از مصابیت به امراض یا مورتلیتی و موربیدیتی امراض قلبی وی ما جلوگیری کرده بتانیم. خب در این پرزنتشن محصلین عزیز راجع به فاکتورهای غیر قابل تغییر امراض کرونر قلب انشالله صحبت میکنیم و در ختم پرزنتشن شما خواهید بود که ما امراض کرونر قلب و فاکتورهای غیر قابل تغییر امراض کرونر قلب بتانیم توضیح بدیم. خب یک ارثیت ثابت شده که کسانی که پدر یا مادر از اونا یا یک از پدر مادر از اینا مصاب امراض قلبی وی باشه، خود طفل از اینا هم یا مصاب چی میشه، مصاب امراض قلبی وی، یعنی در معرض امراض قلبی وی قرار میگیره. ممکنه که خود شخص هم در معرض خطر تحسس امراض قلبی وی قرار بگیره. چرا؟ چون تمایل ایجاد امراض قلبی وی به صورت ارثی وجود داره، این ثابت شده، تحقیق شده. اما این برانرفتن خود لیپید خون یا چربی خون، هایپرتنشن، کواغولوپاتی ها، دیابت و چرخی هم اینا جمله ریس فاکتورهای قلبی وی هستن که اینا ارتباط به ژنتیکی دارن ولی قابل تغییر هستن. البته بی معنی که کسانی که هایپرلیپیدمی دارن، هایپرتنشن دارن، اینا مصاب امراض قلبی وی میشن. شاید پدر از اون هایپرلیپیدمی داشته باشه یا مادرش هم هایپرلیپیدمی داشته باشه، والدینش هایپرلیپیدمی داشته باشه یا هایپرتنشن داشته باشه و این انتقال پیدا بکنه از لازم سی به طفل اونها. اما این بی معنی نیست که کسانی که در واقع ریس فاکتورهای امراض قلبی وی را از طریق ارثی دریافت میکنن اینا جبران و کرهن مصاب امراض قلبی وی میشن، این بی‌معنیه، بلکه بی‌معنیه که اونها باید کوشش زیادتر بکنن تا اعتماد واقعی درست مراعات بکنن تا اینکه مصاب امراض قلبی وی نشن. کسی که پدرش هایپرلیپیدمی داشته، این به عنوان یک ریسک هست، به عنوان یک خطر هست برای شخص. این شخص باید در واقع اعتماد واقعی بیشتر انجام بده تا خود از اون مصاب امراض قلبی وی نشه. کسی که پدرش فرض کن دیابت داشته یا کواگولوپاتی داشته یا چاق بوده یا مادرش یا یکی از والدینش، این خود از اون در معرض خطر قرار داره و به این معنی میده که شخص باید کوشش کنه، تلاش کنه و اعتماد واقعی انجام بده تا یکی مصاب امراض قلبی وی نشه.
استیا دوم سن بالا. بیا شما بفهمیم که وقتی که سن بالا میره حجرات بدن هم به طرف پیری سیر میکنه، ممکنه که مو جدار اویه اینا سخت شه و اتروسکلروز ایجاد بشه، خاصیت انعطاف پذیر خور از دست بده و این سبب شه که ریسک ایجاد امراض قلبی ویایی بالا بره. گفته بعد از سن 65 سالگی خطر ایجاد حمله قلبی به صورت متبارز چیکار میکنه؟ افزایش پیدا میکنه و گفته شده که کسانی که در اثر امراض قلبی ویایی و عملیات قلبی فوت میکنن 70% اونها سن زونه بیشتر از 65 ساله، سن زونه 65 ساله یا بیشتر از 65 ساله است. و گفته که از هر 5 نفر که مصاب عملیات قلبی ویایی میشن مصاب میشن 4 نفر از اون سن بالاتر از 65 سال دارن، یعنی 4 بر 5 سه شده، یعنی 80%. 80% کسانی که مصاب میشن، مصاب عملیات قلبی ویایی کشنده میشن، 80% از اون سن از اون بالاتر از 65 سال هست. و همچنان گفته شده که اشخاصی که سن از اون بالاتر از 55 سال هست وقوعات سکته مغزی در هر دهه متوالی بیش از 2 برابر افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر کسی که در سن 55 سالگی فرض کنیم 10% این مصاب امراض قلبی ویایی شده، در 65 سالگی چیکار میشه؟ 20% میشه. در 75 سالگی دو برابر افزایش پیدا میکنه، میشه 40%. با هر دهه به هر دهه متوالی 2 برابر میشه چیه؟ خطر وقوعات سکته مغزی بعد از سن 55 سالگی. ولی با وجود از هم خصوصا در مردها وقوعات حمله قلبی تا سن 30 تا 40 سالگی هم دیده شده، کمی از جمله 30% در واقع مصابین هست. ما گفتیم 70% در بالاتر از 65 سال قربانی نزوی است و 30% کمتر از 65 سال. دیگه فاکتور غیر قابل تغییر دیگه جنس مذکر هست. مردها نسبت به زنها بیشتر در خطر مصابیت عملی قلبی بایی قرار دارن، بخصوص در سنین پایین تر. چرا؟ چون در خانم ها استروژن وجود داره در سنین پایین تر و استروژن ها ممکنه که در سنین قبل از یایسگی یا پریمنپوزال ممکنه که از مواجهت یا از مصابیت به امراض قلبی ویایی اونا رو محافظت بکنه. وقوعات سکته مغزی در مردها 19% بیشتر از زنهای. و اما با رسیدن به سن 75 سالگی و دوره منوپوز در زنها تفاوت بین زن و مرد از نظر مصابیت به امراض قلبی ویایی تقریبا از بین میره و جنس مذکر در واقع بیشتر در مرز خطر قرار داره در دوره جوانی، در دوره که در واقع کمتر سن 75 سالگی است. چرا؟ چون استروژن هنوز در خانم ها زیادتر وجود داره قبل از سن یایسگی و این محافظت میکنه خانم ها را از مصابیت به امراض در واقع قلبی ویایی. خب این به وقایع از امراض کرونر قلب. ما فاکتورهای قابل تغییر هم خواندیم، فاکتورهای غیر قابل تغییر امراض کرونر قلب خواندیم. چطور وقایع بکنیم؟ پاپولیشن استراتژی. اگر یادتون باشه ما یک دور قم استراتژی داشتیم، یک استراتژی انفرادی داشتیم، نظر به شخص، یک شخص تداعی میکردیم، جستجو میکردیم و تشخیص و تداعی انجام میشد. یک پاپولیشن استراتژی داشتیم. در امراض کرونر قلب از نظر پاپولیشن استراتژی ارزیابی بسیار ارزش داره و وقایع بسیار ارزش داره. مریضی کرونر قلب یکی از مریضی های شایع در جامعه است. این به عنوان یک اصل باید در نظر داشته باشیم، بخصوص در کشورهای پیشرفته و همچنان در کشورهای در افغانستان و شما هم وقایع بسیار زیاد شده رفته. پلان اتخاذ شده باید بر اساس فاکتورهای ریسک در تمام جامعه صورت بگیرد نه در سطح فردی. وقتی ما پلان رو درست میکنیم به خاطر استراتژی های وقایعی باید ما بر اساس فاکتورهای ریسک که در تمام جامعه وجود داره ما در نظر بگیریم نه در سطح فردی. اگر میبینیم یک فرد سیگارت میکشه و اکثریت مردم جامعه سیگارت نمیکشن، خب این سیگارت در جمله پلان ما نیست، به خاطر اینکه یک فرد است میتونه شکل انفرادی ما در سطح فردی ما وقایع کنیم. اما در پاپولیشن استراتژی ما اون ریسک فاکتورها در نظر میگیریم که به صورت عموم کثره بزرگ از مردم استفاده میکنن یا مصاب هستن. مثلا اگر کثره بزرگ از مردم مصاب دیابت باشن او جزء پاپولیشن استراتژی ما قرار میگیره. خب این پلان بر این اساس بنا شده است که تغییرات جزئی در فاکتورهای ریسک مؤثر بر کل جامعه سبب کاهش کلی در وفیات میشه. صحیح شد؟ نه، اگر ما یک تغییر جزئی در اهتمامات وقایعی در سطح جامعه انجام بدیم باعث تغییرات کلی در سطح جامعه از نظر فاکتورهای ریسک میشه. تنها با تداوی قابل حصول نیه، یعنی ما تنها اگر یک نفر بیان تداوی بکنیم این امراض کرونر قلب در جامعه ریشه‌کن نمیشه، بلکه ما استراتژی ما باید استراتژی عمومی و پاپولیشن باشه. ضرورت به همکاری جامعه در خصوص تغییر سبک زندگی در رابطه با مریضی کرونر قلب داره. باید جامعه همکاری بکنه. وقتی ما میگن که به صورت کل از چربی کمتر استفاده بکنن، وقتی میگن که فعالیت‌های فیزیکی زیادتر انجام بدن، وقتی میگن از فشار خون اونا وقایع بکنن، وقتی میگن سیگارت کمتر استفاده بکنن، باید در کل جامعه صورت بگیره و همکاری بکنه جامعه تا اینکه ما به پاپولیشن استراتژی در قسمت وقایع از مریضی کرونر قلب ما دسترسی یا دست پیدا بکنیم.
یک تغییر رژیم غذایی از جمله پاپولیشن استراتژی در کل جامعه است که رژیم غذایی تغییر بدیم. اصلاح رژیم غذایی استراتژی اصلی وقایع از امراض کرونا قلب است. اصلاح رژیم غذایی استراتژی اصلی وقایع از امراض کرونا قلب شما میره. WHO تغییرات رژیم غذایی زیر را برای جامعه‌ای که وقوع مریضی در آن زیاد میباشد در نظر گرفته است. صحیح شد؟ چیکار کرده؟ یعنی که اگر کتله بزرگ از مردم مصاب پلیپیدمی میشن یا مصاب امراض کرونا قلب میشن، خود WHO در همون جامعه یک سلسله برنامه‌های یک سلسله استراتژی در نظر گرفته، تغییرات رژیم غذایی در نظر گرفته که شامل چیه؟ کاهش مصرف شحمیات به میزان 20-30% انرژی دریافتی. یعنی که شما انرژی دریافتی خود از شحمیات کم کنیم، شحمیات کمتر استفاده بکنیم، بگذاریم که از پروتئین استفاده بشه، بگذاریم که از سایر مواد غذایی از ویتامین‌ها و منرال‌ها استفاده بشه. محدودیت مصرف شحمیات مشبوع و کاهش به میزان 10% انرژی دریافتی. از جمله شمیات که استفاده میشه، شمیات مشبوع بسیار کم باید استفاده بشه و کمتر از 10% انرژی دریافتی. این استراتژیه. کاهش کلسترول رژیم غذایی به میزان 100 میلی گرم در هر 1000 کیلوکالری روزانه. باز از این جمله، از جمله شمیات، باز کلسترول رو باید بسیار کم استفاده از بسیار کم کنیم. 100 میلی گرم در هر 1000 کیلوکالری. افزایش مصرف کربوهیدرات‌های مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات و غلات، طوری که بیشتر گفتم. از منابع طبیعی کاربوهیدرات مثل سبزیجات و میوه‌جات و حبوبات از این استفاده بکنن. افزایش استفاده. عدم مصرف الکل و کاهش میزان نمک مصرفی در حدود 5 گرم یا کمتر. یعنی که کاملا الکل شراب کاملا منع شه، استفاده نشه و نمک محدودیت استفاده ایجاد بکنن. 5 گرم یا کمتر از روی. از سر سفره باید نمک برداشته شه، نمک اضافی. اما نمک در داخل غذا انداخته میشه کفایت میکنه. نمک اضافی باید از سر سفره چیکار شه؟ برداشته شه. دیگه استعمال دخانیات. در بحث استعمال دخانیات باید شعار وجود داشته باشه که یک جامعه عاری از سیگار داشته باشیم، جامعه داشته باشیم که سیگرت در او هیچگاه وجود نداشته باشه، که برای رسیدن به هدف ما تبلیغات موثر داشته باشیم. این تبلیغات موثر به شکل انفرادی میتونه هر دکتر صاحب بکنه مریضا خود خو، یا به شکل عمومی در کلینیک‌های مراکز ارزی مراقبت‌های سی صورت بگیره، یا توسط رسانه ها صورت بگیره. فعالیت های تعلیمی داشته باشیم، ما جلسات تعلیمی باید داشته باشه، ما تعلیم صحی برنامه های داشته باشیم برای مردم ارائه بکنیم، از طریق مکاتب، از طریق تعلیم خود مراکز صحی، از طریق منابع. قوانین محدود کننده، قوانین داشته باشیم که در واقع چیر کم بکنه واردات دخانیات در مملکت ما شما کم بکنه، محدود بکنه، و بالاخره پروگرام ترک استعمال سیگار داشته باشیم، یک برنامه داشته باشیم که استفاده سیگار یک برنامه یک پروگرام وجود داشته باشه که در جامعه چیکار شه ترک بشه. خب دیگه سوم هایپرتنشن، کاهش اندک متوسط در فشار خون کل جامعه حتی به میزان 2 الی 3 میلی متر ستون سواب موجب کاهش چشمگیری از وقوع امراض مریضای قلبی میشه. در سطح جامعه ما صورت کل چیکار میکنیم؟ فشار خون افراد تعیین میکنیم. یعنی میگن که فشار خون هایپرتنشن بلند در یا فشار خون بلند یا هایپرتنشن در بین افراد جامعه به صورت کل فرض کنن که 150 150 فرض کنن بر 90. همو اگر ما در کل به صورت کل ما در نظر گرفتیم 2 الی 3 میلی متر ستون سواب کاهش بدیم، یعنی بگیم که 145 بر 85 در واقع فشار خون رو کاهش بدیم در کل جامعه، باعث میشه که واقعات امراض کرونا قلب، امراض قلبی وایی به شکل چشمگیری کاهش پیدا بکنه. هدف استراتژی نفوذ به فشار خون بالا کاهش متوسط فشار خون جامعه، کاهش متوسط فشار خون جامعه. یعنی که ما در سطح جامعه میایم چیکار میکنیم؟ در دیگه دنیا میگم هست که اینا به خصوص افرادی که در سن بالاتر قرار دارن، اینا منظما اینا یک ارگان داره که فشار خون جامعه رو کنترل میکنه. یعنی مشخصا معلومه که فشار خون متوسط در همین جامعه در هرات فرض کنیم که 150 بر فرض کنیم 90 هست. همونطور که میزان متوسط سن رو تعیین میکنن، میزان متوسط فشار هم تعیین میکنن در جامعه. میگن چند 150 فرض کنیم بر 90. حالا این 150 باید در کل کاهش بدن. اینا روزی کار میکنن از نظر پاپولیشن استراتژی تا اینکه فشار خون کلی جامعه کاهش پیدا بکنه. وقتی فشار خون کلی جامعه حتی به شکل کم هم کاهش پیدا بکنه، به میزان کم هم کاهش پیدا بکنه، باعث کاهش چشمگیری از وقوع عوارض مریضی های قلبی وایی میشه. دیگه رژیم غذایی مناسب، یعنی کاهش مصرف نمک و وقایع از مصرف الکل، فعالیت های فیزیکی منظم و کنترل وزن از جمله استراتژی های شامل چیه؟ شامل رژیم غذایی مناسب که مونه مگه کم استفاده باشه، مصرف الکل صورت نگیره، فعالیت‌های فیزیکی منظم داشته باشن و وزن خود کنترل کنن. این جمله استراتژی‌ها یا پلان وقایوی
به خاطر پایین آوردن فشار خون متوسط در جامعه هست، یعنی حالت متوسط فشار خون بالا در جامعه با همی استراتژی یا برنامه نمیتونه تخیل بدن یا پایین بیاریم. فایده چیه؟ بی خطر بودن و کم مصرف بودن. وقتی مردم به شما ارائه بکنن، تعلیمات بدن که اینا کمتر مواد غذایی استفاده بکنن، فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، وزن خون کنترل کنن. این دیگه مصرف اضافی به کار نداره، فقط تعلیمات سی به کار داره و از طریق رسانه و از طریق مراکز مراقبت های صحی. دیگه چهارم فعالیت های جسمی. در پرلوی که ما فشار خون از طریق افزایش فعالیت های جسمی کاهش میدیم، خود به شکل مستقیم هم با افزایش فعالیت های جسمی، فعالیت های فیزیکی، ما وقوعات امراض قلبی و عروقی کاهش میدیم، صورت مستقیم کاهش میدیم. فعالیت های فیزیکی منظم باید قسمتی از پروگرام های روزمره زندگی باشه. منظم باید چی باشه؟ قسمتی از پروگرام های روزمره زندگی انسان ها در سطح پاپولیشن استراتژی باشه. مهم است اطفال را به انجام فعالیت های فیزیکی تشویق نماییم که میتواند در تمام طول عمرشان ادامه یابد. من در قسمت اطفال میخوام یک بحث بکنم. ما برای اطفال خود یک برنامه درست کردیم که روزانه حداقل نیم ساعت در پلی که بازی های مختلف انجام میدن، میرن بازی میکنن در محیط های باز، در محیط های بسته، در واقع فعالیت های فیزیکی زیاد انجام میدن، روزانه نیم ساعت اینا رو ما وادار کردیم طفلا که اینا چیکار کنن؟ برنامه‌های ورزشی منظم داشته باشن. فرض کن از ساعت 7 نیم صبح تا 8 صبح، یا 6 نیم صبح تا 7 صبح، یا یک تای مشخص اینا استاد میشن و نرمش ها یا برنامه‌های ورزشی بسیار ملایم اینا انجام میدن و این عادت میشه برای اینا که در واقع سبک زندگی اینا در آینده تغییر بخوره و اینا مصاب امراض مزمن به شمول امراض قلبی و عروقی نشن. خب میام در قسمت واقعی ابتدایی یا پریمورال پریوینشن. در قسمت وقایع ابتدایی از متدهای فوق العاده مفید برای وقایع از مریضای کرونر قلب همین وقایع ابتداییه. چیکار میکنه؟ که از ظهور و انتشار فاکتورهای ریسک رو گیر میکنه. پریمورال ما پیشتر گفتم وقتی ما در اطفال یاد بدیم که در آینده سبک زندگی خودونا به شکل درست تغییر بدن، ما این وقایع ابتدایی ما انجام دادیم. به خصوص در ممالک روبن کشافی صدق میکنه. این ممالک باید سبک زندگی سنتی و طریقه خوراک خود را با پایین آوردن سطح فاکتور ریسک مریضی کرونر قلب چیکار کنن؟ حفظ کنن. یعنی از ابتدا وقتی ما به اطفال بگیم که شما از چربی کمتر استفاده کنید، به اطفال بگیم شما فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشین، به اطفال در معرض دود سیگار قرار ندیم و برای اونها یاد دیم بفهمونیم که دود سیگارت برای اونها ضرر داره و در واقع وزن اطفال در زمان کودکی اونا کنترل بکنیم، اینا در آینده لایف استایل از اینا تغییر میخوره، سبک زندگی از اینا تغییر میخوره و باعث میشه که وقوعات امراض قلبی و عروقی در کل جامعه چیکار شه؟ کاهش پیدا بکنه. هدف باید تغییر در کل جامعه باشد و نه تغییر فردی، یعنی پاپولیشن استراتژی باشه. در وقایع ابتدایی یا پریمورال پریوینشن ما چی داریم؟ ما پاپولیشن استراتژی داریم. در واقع های ریسک استراتژی کسانی که در معرض خطر به شکل فردی قرار دارن، اینا رو ما خطرشون رو شناسایی بکنیم، گروپ هایی که در های ریسک قرار دارن شناسایی بکنیم. چطور؟ با معاینه ساده از قبیل اندازه‌گیری فشار خون و کلسترول سرم میتونن اشخاصی که در معرض خطر قرار دارن اینا چیکار کنن؟ شناسایی کنیم. در دیگه دنیا گفته تمام افراد که از سن 20 سالگی اینا سن از 20 سال بالاتر میره باید لیپید پروفایل خود چک بکنن و منظمن شکل منظم چیکار کنن؟ فشار خون خود چک بکنن. این طریق ما میتونه که پیدا بکنن کی در معرض خطر قرار داره، کی فشار خونش بلنده، کی در واقع کلسترول سرمش بلنده و این شناسایی میشه و ما میتونه که یک برنامه خوبه برای پابلیشن استراتژی باید داشته باشیم. کدام افراد در های ریسک قرار دارن؟ کسانی که سیگارت استفاده میکنن، کسانی که سابقه قوی مریضی کرونر قلب داشته باشن، کسانی که دیابت داشتن، کسانی که چاق بودن و کسانی که تبلت های جلوگیری از حمل استفاده میکنن، یعنی تمام کسانی که در معرض فاکتورهای قابل تغییر قرار داشتن، اونا از جمله افراد های ریسک هستن و باید در واقع مو چی برنامه های وقایوی برای جلوگیری از ایجاد امراض قلبی و عروقی از اونا در واقع صورت بگیره. خب توصیه خاص اجرای مراقبت های وقایوی بسیار اساسی است. همونطور که گفتیم فشار خون کنترل کنن، همونطور که گفتیم لیپید خون خود کنترل کنن، همونطور که گفتیم از رژیم غذایی مناسب استفاده بکنن، همونطور که گفتیم که اینا در واقع چیکار کنن؟ اینا از مرض قرار گرفتن به دود سیگار اینا جلوگیری کنن. تشویق جهت انجام اقدامات علیه همه خطرات شناخته شده، مثلا هایپرتنشن بتری بشه. یعنی اینکه ما در پهلوی از اینکه ما در واقع در قسمت وقایع انجام اقدامات وقایعی برای جلوگیری از ایجاد هایپرتنشن ما اکسسل کال انجام میدیم، باید هایپرتنشن را دریافت کنیم و وقت زود را تلقی بکنیم. کمک در ترک سیگارت
و کاهش سطح کلسترول سرم در کسانی که کلسترول بالا دارن. اینا از جمله توصیه‌های خاص است به شکل در واقع های ریسک استراتژی میتونن که استفاده بکنن. دیگه وقایع ثانویه، ادامه وقایع اولیه از جمله اعتماد وقایع ثانویه به شما میره. قسمت مهم استراتژی کلی شامل میشه. هدف از وقایع ثانویه چیه؟ اینه که از جلوگیری ما جلوگیری کنیم از وقوع مجدد پیشرفت مریضی کرونر قلب. یک دفعه شخص مصاب شده، مصاب امراض کرونر قلب شده، هدف از وقایع ثانویه است که از مصابیت مجدد جلوگیری کنیم و از پیشرفت مریضی قلب جلوگیری بکنیم. وقایع ثانویه با پیشرفت تحقیقات به سرعت در حال انکشاف است. مثلا آزمایش کلینیکی جراحی کرونر، استفاده از تولید کننده های جریانی برقی پیس میکرها. پیس میکر میتونیم بگذاریم، میتونیم آنجیوگرافی آنجیوپلاستین از افراد انجام بشه، آزمایش های کلینیکی نزدیک نسبت منظم انجام بشه که جمله اتومات وقایع ثانویه در امراض قلبی و عروقی به شما میره. اصول وقایع ثانویه: قطع سیگار، کنترل هایپرتنشن و دیابت، تغذیه صحی، اشعه ورزش و غیره. یعنی در واقع اینا ادامه وقایع اولیه. دیگه امیدوار کننده ترین نتایج از بلاک کننده های آخذهای بتا حاصل شده است. بتا بلاکرها میتونیم از اون استفاده بکنیم که کاهش میزان وفیات ناشی از مریضی کرونر را که قبلا حداقل یک بار ام آی داشتن تا 25%، یعنی کسانی که یک بار ام آی تیر کردن تا 25% کاهش میده در صورتی که از بتا بلاکرها استفاده بکنن. این یک از اقدامات وقایعی اولیه اهمیت خود را در واقع حتی بعد از قطع مصرف سیگار در حال حاضر مسترین که در حال حاضر در واقع مسترین موجود مداخله موجود در تداری مریضان بعد از حمله قلبی هایی است از دست نهاره. یعنی که ما اعتماد وقایعی اولیان باید همچنان ادامه بدیم به خاطر از اینکه اهمیت از اون بسیار ارزش داره. وجود که شخص مصاب هایپرتنشن شده، مصاب امراض قلبی هایی شده، ولی ما باز هم اقدامات وقایعی اولیان باید نزد او ادامه بدیم و تداوم ببخشیم که این در واقع میتونه خطر ام آی کشنده یا مرگ اونی 20-25% کاهش بده. ولی در صورتی که شخص مصاب ام آی هست ولی با اون هم هنوز سیگار کشیدن خواهی ادامه میده، هیچ اقدامی دیگه موثر نیست. اگر ما برای بتا بلاکر هم بدیم، اگر اعتماد واقعی ثانویه رو انجام بدیم، بازم موثر نخواهد بود و شخص ممکنه که در واقع ممکنه که مصاب اختلالات یا حتی مرگ بشه. وفیات ناشی از حمله حاد قلبی هنوز بالای متاسفانه. 10% افراد که جان سالم به در بردن در ظرف سال اول و 5% در جریان سالهای بعدی ممکنه بمیرن در اثر حملات حاد قلبی وی، در صورتی که اعتماد خود وقایعی اولی و ثانوی انجام ندن. حتی بعضا با وجود اینها هم اگر انجام بدن بازم واقعات مرگومین هم بالا هست. تأخیر در رسیدن به شفاخانه هنوز حتی در شهرهای بزرگ کشورهای غربی قابل توجه است، تا 3.5 ساعت هم میرسد. یعنی که یک از معضلات عمده اینه که کس حمله قلبی نزد ایجاد شد تا زمان که شفاخانه میرسه یعنی گلدن تایم هست. چی؟ تایم طلایی یا در زمان طلایی است. اگر این طول بکشه ممکنه که باعث افزایش مرگومی بشه. حدود 30% از تمام وفیات ظرف 30 دقیقه اول رخ میده. روی 30%، اما اگر بالاتر بدن یعنی 1 ساعت بشه بازی فیصدی واقعا زیادتر میره. یکی از دلایل است که توزیمی در چرا CCU نتوانست از تأثیر بر تمام وفیات کرونری در جامعه بگذارد. چرا با وجود که CCU دارن کادی کر یونیت خوب مناسب دارن ولی با آن وفیات برنده به خاطر اینکه 30% تمام وفیات در 30 دقیقه اول رخ میده متاسفانه. و این یک موزل بسیار عمده است به خصوص در کشورهای روی انکشاف و ایجاب میکنه که ما اعتماد وقایعی برای از بین بردن فاکتورهای اصلی قابل تغییر و همچنان برای کم کردن فاکتورهای غیر قابل تغییر ما شما اقدامات وقایعی انجام بدیم. خب این بود درس امروز ما شما، خدا کنه که موثر واقع بوده باشه. و اگر من کم تندتر صحبت کردم معذرت، به خاطر اینکه کم شاید از لحاظ جسمی از لحاظ صحی حالت مناسب ندارم و امیدوار هستم که باز انشالله در آینده همراه شما باشه.